سلام 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 برنامه کتاب باز شروع شد آقای امیرعلی نبویان، نویسنده مجری خیلی چیزهای دیگه و کسی که من خیلی خوشحال و مفتخرم به دوستی باهاش به کتاب باز خیلی خوش اومدید ارادتمندم سلام به شما به همه رفقا و همینطور بینندگان عزیز برنامه کتاب باز که از طرفداران پرپاقرسشم آقای نبویان، ما همیشه اول ذره گپ میزنیم ده ده؟ بعد میریم سراغ کتابا ولی با شما بنا به دلایلی که تا دو دقیقه دیگه معلوم میشه اول میریم سراغ کتابایی که آوردین که ما به بیننده ما آنتون می‌کنم آقا چخوف آنتون یا آنتوان آنتوان من شنیدم آنتوان, آنتوان شاید تو خونه آنتون صداش, می‌کردن. آنتوان پاول پاولوویچ چخوف بهترین داستان های کوتاه ارزم به حضورتون که الان من با شروع کنم بله دیگه آه. که ارتباط تنگاتنگ آره. اینا رو معرفی بشه چی بوده آره اول راجع به چخوف حرف بزنیم و بزنیم بریم سراغ عنوان کلیتر در مورد جزئیات پردازی در قصه این همون چیزی بود که دلیل معرفی این کتاب بود چون امیرعلی کلی درباره جزئیات پردازی در قصه که خیلی خیلی هم مهمه میخواد برامون حرف بزنه اه اهمیت جزئیات بیشتره یا کلیات نمیشه گفت کدومش بیشتره مطمئنا جفتش به یک اندازه اهمیت دارن منتها این نظر شخصی منه که یه کلیتی وجود داره ولی بدون وجود جزئیات ملموس نمیشه برای مخاطب هر اثر هنری چه نوشته باشه چه فیلم باشه چه نقاشی باشه یا هر چیز دیگه فکر میکنم در واقع اون جزئیات هستن که مخاطب و به اصطلاح فرنگی ها سمپات میکنن علاقمند میکنن به پیگیری و ادامه دادن خوندن مثلا یه قصه بذار با یه مثال شروع کنم مخاطبای تو خونه هم میتونن احتمالاً به این سوالا جواب بدن سروش تو هم از اون آدمایی هستی که وقتی با تلفن حرف میزنی را میری بله فکر میکنم 90 درصد آدمای رو کره زمین اینطوریه یعنی حتی تنبلترین آدمایی هم که از پیاده روی پریز میکنن تو اینجور موارد کف اینجا یه چیزی شبیه سرامیک موزاییک درسته بله بله بله. اگه اینجا راه بری و با تلفن حرف بزنی پاتو جوری رو زمین میذاری که رو خط نره؟ نه اگه حواسم هم نباشه نه ولی اگه وارد این بازی یه لحظه ذهنم بشه, آره. دیگه. ببین منظورم از جزئیات پردازی همین است. ما داریم الان شخصیت حرف میزنیم که یه سری عادت رفتاری داره که شاید خیلی از آدما بهش مبتلا باشن یا بهش علاق من باشن ولی با اینکه هر روز دارن اون کار رو تکرار میکنن درست نمیبیننش من فکر می‌کنم وظیفه یک نویسنده برای پرداختن به جزئیات که این اینه که این لحظه ها رو شکار کنه یعنی سروش صحت آدمیه که وقتی پاستیل نوشابه ای میخوره اول درش رو گاز میزنه بعد بقیهش رو میخوره یا بیسکویت کرم دار اول کرمش رو میخوره بعد خودشو ببین یه مثال بزن یه کمی سینمایی بزن که شاید ملموس‌تر باشه. مثالی که داری می‌زنی عالیه و حرفایی هم که داری می‌زنی آره اینکه اینکه که چجوری می‌تونیم آره اینکه چجوری می‌تونیم حالا باهاش فضا بسازیم، آدم بسازیم و جزئیات بسازیم. یکی از ترین نمونه های این ماجرا تو سینمای این چند سال اخیر ایران در فیلم ابد و یک روز در مورد شخصیت مادر اون فیلمه. که مطمئنا این جزی از فیلمنامه است یعنی جزی از قصه است به این دلیل که بچه ها دارن درست تو پلان قبلی با هم سر این ماجرا شوخی میکنن اینکه الان این پتوی یا شمد یه چیزیه که پاره شده و میگن الان مامان اینو به بدترین شکل ممکن میدوزه و بعد بلند میکنه میگه ببینید از روز اولش هم بهتر شد این تجربه مشترک همه ماییه که ما در بزرگامون یا یک زنی در فامیلمون مدعی خیاطیه ولی هیچ ازش سر در نمیاره و این مادر برای ما آشنا میشه یعنی وقتی این پلان تو سینما میبینی صدای آدمای های دور میشنوی که میگه عین خانم جون عین مثلا ام خانم عین فلا یعنی پیدا کردن این جزئیات و این مشابهت ها به شدت به ساختن اون فضا و ساختن اون آدمه کمک میکنه سروش تو هم زن سالمندی در فامیلت داری که وقتی بخواد یه چیزی رو از رو زمین برداره با یه انعطاف بدنی یه حیرت انگیزی بدون اینکه زانوشو خم کنه خم میشه از رو زمین برش میداره یا مثلا همینجا که داره با تو حرف میزنه یه چیزی یه آشغال کوچولویی از رو میز پیدا میکنه اینطوری گوله میکنه میذاره کنار دست گذاشتی رو دلم که خونه زیادن از اینا نه دیگه من چون خودم سالمند شدم دیگه سالمندی تو خانوادمون نمونده من الان سالمندترین شدم آره دا این... داشتم به انعطاف بدنی خودم فکر میکردم و به واقعی که یه چیزی برمیدارم واقعا میدارم. این کارو میکنی؟ حالا بلخواه <applause> این... این... آره. واقعیت اینه که ایناست که اون شخصیت رو بر ما ملموس میکنه ما رو نزدیک میکنه به اون شخصی اما چه خوف؟ ببینی تو قصه های چخوف وقتی میخونیشون حتی تو داستان های کوتاه میبینی یه اندازه یه دیگه اقراق شده ای از جزئیات پردازی وجود داره یه چیزی که انگار به نظر میرسه اصلا قصه داره از ریتم میفته داره حوصله سربر میشه داره کش میاد مطمئنا دلیلش این نیست که چخوف از الله ریتم نمیفهمه اون داره یه چیز دیگر رو دنبال میکنه یه چیزی مهمتر از حتی خود قصه یعنی جلب کردن توجه آدما به چیزایی که به صورت روزمره میبینن ولی انگار که چشاشون سر شده نسبت به دیدنش حالا جالبه که بدونیم چخوف عضو هیچ حزب سیاسی نبوده ولی در واقع همین قصه ها بنیانگذار انقلاب کارگری در روسیه بودن که خیلی ها پیشبینی میکردن تو انگلیس اتفاق بیفته ولی تو روسیه اتفاق افتاد چرا چه خفت تو قصاش تا این اندازه به یه ترک رو دیوار یا رو مثلا جنس و رنگ دکمه سردست های پیش های یه خونه از طبقه ثروتمند تا این اندازه تکیه میکنه انگار که میخواد توجه آدما رو جدی جلب کنه بهشون انگار میخواد به یه که براتون عادی نشه این موقعیت که توش دارید زندگی میکنید انقدر میگم تا یادتون بمونه و حالا شباهتش با کتاب احسان محمدی که از دوستای خیلی عزیز من از همینجا به سلام میکنم در همینه به شکل عجیبی این فصل مشترک بین اون چیزی که چخوف میگه و این چیزی که الان من دارم میگم رعایت میکنه یعنی یه عکس آشنا روی پیرهنی که اون سالها خیلی مد بوده یا وصله سر زانو ایاد باشه دو تا راکت تنیس بودن که اینطوری ضرب داری قرار میگرفتن یه توپ تنیس هم بالاش بود اینو تجربه داری یا او نه بلونه. اون وقت اون شلواره رو میشناسیم اون آدمه رو میشناسیم اون خونه ها رو میشناسیم و در نهایت اون فضاها رو میشناسیم اینو که میگم جزئیات پردازی تا این اندازه مهمه و یه تمرین میتونیم بکنیم یعنی با حتی با بینندگان توی خونه که بریم به جاهایی که مدام رفت و آمد داریم اونجا مدام اونجا زندگی میکنیم یه جایی مثل خونهمون تو اتاقمون تو محل کارمون یه جایی که همیشه هستیم توش و بریم ده تا آیتم ده تا جزئیات جدید توش کشف کنیم مثلا سروش تو اتاق حتما یه کلیدی داره که رو اون کلیده یه عدد نوشته شده و تو مطمئنا الان اون عدد یادت نیست درست این میگم اعداد رو کلید اصلا علت وجود فلسفه وجودیشون چیه فکر میکنم یه سریالیه که نوع کلیده نمیدونم مثلا به فاصله دندوناش از هم اون چیزی که توی من چقدر پرتم که این همه عدد در دیدم تا حالا فکر نکردم که چرا این عدد هست رو کلید ها ببین سروش بز ساده ترش این یه اسکناس ده هزار تومنیه درسته بله. چند بار اینو چند صد بار اینو تا حالا خرجش کردی زیاد میتونی بهم بگی عکس پشت این اسکناس چیه؟ میذاری یه ذره فکر کنم فکر کن بینندگانم میتونن این تمرین رو انجام بده الان چند درصد آدم که در این برنامه رو میبینن میدونن که پشت این اسکناس چیه؟ ببین این فکر خطرناکه نه آرامگاه سعدی در شیرازه یعنی یعنی کاراکتری که بارها و بارها در برنامه کتاب باز راجع صحبت شده و آره و, و حالا سوالم اینه تو چجوری پس میتونی از کناس تقلبی رو از غیر تقلبی تشخیص بدی وقتی تا این اندازه این از جزئیاتش با خبر نیست ببین آره. و این عیب ای تو نیست دا چشممون سر شده ام. پرداختن به نظر من شخصیه خیلی هیچ استفاده هم ندارم همه حرفا آقایی کنیم یه لحظه باید من امتحان از تو بکنم بده خیلی نه. نه مطمئن باش که سر بلند بیرون نمیام این اسکناس چندیه؟ بله 5000 تومن پشتش چیه؟ من از کلاس پنجه آتومانی رو <تصفيق> <دامنم> <تصفيق> که عکسش بود عکس دوست رو که وقتش رو که انتقام بگیرم و درمه دست نه میتونه حد بزه فیض کاشانه نه سردار دانشگاه تهران بازم سردار دانشگاه که بارها و بارها از مقابلش رد آره شدی و رفتیم من میگم وظیفه نویسنده شکار کردن همین هاست آها. یعنی تو جزئیات پردازی تو اتفاقا اشاره کنی به چیزهایی که هر روز جلوی چش آدم و آدما نمی‌بیننش و, و تا میگی یه جرقه تو ذهنشون میزنه که آره منم همینطورم منم وقتی پاستیل ای میخورم اول درش رو گاز میزنم این باعث میشه که مخاطب بگه این از خودمونه درست خیلی درسته خیلی درسته اجازه میدیم منم در تایید فرمایشات تا یه چیزایی بگم و هر جاش اشتباه بود و اصلاح کنی یا درستش کنی استدا میکنم آقا من فکر میکنم که کلیات اگه بخوایم یه مثال دیگه ای بزنیم بر اساس حرفای تو الان داشتم فکر میکردم مثل مثلا ما میخوایم یه خونه ای بسازیم اینه که بریم زمینش رو کجا میخریم این یه کل بله. ممکنه ما در بهترین جای شهر بخریم یا در بدترین جای شهر بله ولی بله. جزئیات مثل اینه که داخل این خونه رو چجوری میچینیم ما ممکنه خونه ای رو که در بهترین جای شهر خریدیم و خیلی هم یک معماری اومده به بهترین شکلی ساخته جوری بچینیمش که خانه دلچسبی نباشه و یا خونه که جاش زمینش جای بدی بوده و خیلی هم معمولی ساخته شده توش جوری چیده شده باشه که آدم بگه به آدم چرا کیفی میکنه بعد این خونه میشه اون و خب بهترینش اینه که هر دوی اینها هم جایی که مورد علاقمونه هم معماری مورد علاقمون باشه هم چیدمان خونه این بل. شکلی باشه درباره جزیا جزیات در واقع میاد و آدم رو ریزه چون ما توی کلیات هممون با هم اشتراکاتی داریم یعنی مثلا هر همه عشق میدونن چیه نفرت میدونن بله. چیه حسادت میدونن چیه بخش چجوری بهش بپردازیم ولی اینکه من چجوری به عشق نگاه میکنم و شما یا من چجوری به حسد نگاه میکنم حتما تفاوتهایی داره بله. و اینا هر چقدر دقیق تر بشیم میشه تفاوتهای من و شما بله. ایناست این که ما باید به افراد اگه میخوایم بپردازیم سراغ جزئیات رفتاریشون هم بریم تا از تیپ بله. خارج بشن و به شخصیت نزدیک بشن و اینکه که حواسه اون باشه که مرز این جزئیاتی که میریم سراغش تا کجاست که حالا متول نشه همیطور. یا چیزی که به درد زیاد نمیخوره نباشه ولی چیزایی باشه که ملموس و آشنا باشه این هم توی خواندن باعث میشه اثر خواندنی تر بشه هم موقع نوشتن اثر رو در واقع دقیق ترش میکنه خاصش میکنه همتو. و زیباترش دارم درست صد در صد و یک چیز دیگه که باز از حرفات فهمیدم برای جمع بندی اینه که چشممون رو از عادت بشوریم یعنی بات. در نگاهمون یه نگاه جدید حتی اگر قرار به خودمون توی آینه نگاه کنیم یه دفعه دوباره بریم خودمون رو نگاه کنیم زنده باد حافظ اصلا بهترین تعبیر رو برای این میگه؟ داره میگه نظر بازانه نگاه کنیم به دنیا نظر بازی با چشم چرونی فرم کنه نظر بازی یعنی دنیا رو جور دیگه دیدن حافظ یه چیز دیگه هم میگه که زیاد ربط به این حرفمون نداره ولی ربط داره ولی رب داره باید. ببین رب داره یا نداره میگه که میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست باید. تو خود هجاب خودی حافظ از میان برخیز دقیقا دقیقا, دقیقا خوشی گذشت آقا. شما بگی من تغییر کنم من بگم شما بگی چه چی عالی دردن. من شا... نگران بیننده ها <applause> آخه چی دارم میگم با همدیگه دارن حال می کنن ارزم که چای میل می‌کنی یا دمنوش یا عسل یا دو چای, چای, چای همین الان آش آقای نبویان عزیزم به من بگو که غیر از چه خوف و جناب احسان محمدی بقیه نویسنده های مورد علاقت کتاب های مورد علاقت حوزه خواندن چی هست؟ یادم که چند وقت پیش شما مهمون برنامه فوتبالیست بودین و من تقریبا همین سوال در مورد بهترین ستاره دنیای فوتبال در تاریخ ازت پرسیدم آره. و توی خیلی ج... فرار به جلوی بسیار دلچسبی بود که از اون ور شیمیست بودنت استفاده کردی گفتی که همونجوری که الکترون ها دور هسته میچرخن و یه اوربیتال رو در واقع براشون آره. تعریف می‌کنی میگیم احتمالا تو این فضا این بهترین هام در مورد کتاب به ویژه که دیگه خیلی بیشتر یه اوربیتال باید تعریف کرد چون خیلی, چون خیلی بحث سلیقه خیلی دیگه ولی واقعا این فرار به جلو نیست این یه واقعیت آره, همینطوره همینطوره اینه که یه ذره درباره اوربیتال علاقت به ادبیات نمایش به هر حوزه درباره اون توضیح بده تو هر وجهی از ادبیات مثلا در شعر من یه شوخی اساسا با حافظ در خلوتم دارم یه چند نمونه از این شوخی ها رو بهت مثلا یه غزل معروفی مثل نفس باد و سبا و مشک فشان خواهد شد عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد تا آخرش من نمیدونم که وضعیت علائم نگارشی در قرن هشتم چه جوری بوده یعنی مثلا علامت تعجب علامت سوال اینا وجود داشته یا نه ولی سروش بیا یه بار این شعر رو اینجوری بخونیم یعنی ای تو اون ورژن اولی که خوندم داره امید میده میگه خواهد شد درسته بیا ته مصرها علامت سوال بزنیم. میگه نفس باد سبا مشکفشان خواهد شد یعنی به نظر تو یه روزی میرسه عالم پیر دگر باور جوان و با کلی از غزلهای حافظ با این تغییر لحنا میتونی به یه فضای جدید برسی یا بعضی از غزلاش بر من یه موقعیت نمایشیه مثل اون غزل معروف واعزان که و بر مهراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن به نظرم یه،, یه, موقعیت نمایشیه که یکی اومده یه گلایه از حافظ کرده در این حد که مثلا به نظرم این وضوعی که تو گرفتی وضوع درستی نبوده. بعد حافظ ادامه که میده میفهمیم می یه عده آدم دیگه هم تو جمع هستن میگه مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس تو به فرمایان چرا خود تو به کمتر همطوری تا آخر و یه جایی که به نظر من میزانسن اینه که این آقاه حرفشو زده حافظم شستتش چلوندتش انداخته رو بند رخته تو گیرم زده روش و طرف سرفکنده داره میره حافظ نگار یه چیزی یادش میاد میگه راستی یه دقیق. دوباره صداش میکنه میگه صبتم از عرش میآمد خروشی عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر میکنن حالا بفهم یعنی تیر خلاصشه بر من مثلا خوندن حافظ این ریختی میشه یعنی هی سعی میکنم که خانش های مختلف زنده بار یه لطیفه ای من شنیده بودم که با مزه اونم درباره همینجور خوندن بود که میگفتن این شعر اگه اینجوری بخونین معناش کاملا تغییر میکنه که بنی آدم اعضای یکدیگرند آره سوالیه آره. کاملا که در برای... آفرینش ز یک گوهرند بعید میدونم آره. یعنی یه علامت سوال با تردید چه در عضوها توشه... روزگار دیگر اوزها را نماند قرار آره. آره, دقیقا آره هر کدوم از اینا یک چی پیدا میکنه آره، که مدفع مدرخن... خب ولی داشتی میگفتی اوربیتاله آره. رو بگو آره یه بخشش اینه در مورد ادبیات نمایشی خب چه خوف مطمئنا سر آمده بر من اه... راستش رو بخواین از بین مجموعه نمایش ایرانی و توصیه میکنم اصلا به بیننده ها اگر که این موقعیت فراهمه تو خونه ها نمایش کنیم چرا نکنیم یعنی تو خونه یعنی دو تا نسخه از کتابو داشته باشیم هر کدوممون یه نقش داشته باشیم و بعد این کارا این چون این کارو ما تو بچگی می‌کردیم اون موقعی که امکان ضبط صدا با نوار کاست بود چه بازی خانوادگی خیلی باحال یعنی مثلا اعضای خانواده شب بقیه فامیل رو دعوت کنیم آره. بگیم ما چهار تا امشب می‌خوایم براتون یک نمایش آره. خانوادگی سه شبم تمرین کردن نقش پدر و پدر بازی میکنه نقش پسر خیلی باحال این عجب پیشنهاد هیجان‌انگیزی علاقه‌مندی من به شنیدن کتاب صوتی در این سال‌های اخیر چون یه وقتایی دیگه خیلی چشم خسته است و نمیتونم واقعا کتاب بخونم اصلا ما بهش فکر کنیم شاید بشه برای کتاب باز برای فصلهای بعدش این بازی رو راه انداخت که بیاین نمایش نام خانی بلد. خانوادگی بکنین شعرخونی خانوادگی بکنین خانوادگی بکنید و بر ما مثلا بفرستین چه فکر خوبی چه فکر خوبی خیلی باله یادمونم باشه که ایدهش از امیرعلی نبویان اومده خب. و تاریخ برام مهمه به دلیل اینکه یه شکلی از داستان پردازی وجود داره که فکر میکنم نمونه سینمایی فراوونی که میشه ازش مثال زد تو رومان هم که تا دلتون بخواد وجود داره هر مثالی به ذهنت اومد بگو آره حتما یعنی هر چی هر اسم و کتاب چون بیننده های ما لطف دارن بلد. و بعضی از کتابایی که تو این برنامه اسمش میاد رو تهیه میکنن و میخونن بلد. مثلا سروش سووشون نوشته بزرگ خانم سیمین دانشور این این چه دوره تاریخیه درسته؟ بله ببین من فکر میکنم اتفاقات تاریخی مهم چه در کشور ما چه در بقیه نقاط دنیا بستر مناسبی برای خلق درامه ببین تمام, تمام تایتانیک همینه داره میگه ببین یه کشتی یه سالی ساخته شد که مدعی بودن این هیچ اتفاق بدی براش نخواهد افتاد تو اولین سفری که میکنه میخوره به یه کوهی غرق میشه کوه یخ درسته میگه دو هزار نفر سوارون کشتی بودن مثلا من میخوام قصه دو تا دونه از این آدما رو براتون تعریف کنم ببینید این یه تکنیک خلق قصه است در بستر یک موقعیت تاریخی منتها اون چیزی که عذابم میده و باعث میشه که هی مدام در موردش مطالعه کنم و حرف آدمای مختلف رو بشنوم ماجرای قضاوتگری مطلق ما در مورد تاریخ. دارم ازت کلی یاد میگیرم که اخیالی. نگاهت نگاه معمول و هرچی بگن قبول کنی نیست نه یه ذره به شنیده هات به خانده ها باید شک کرد شک میکنی و بلد. فکر میکنی حالا بیشتر از که شک بکنی فکر میکنی بلد بلد. چقدر و در زندگی شخصی تم هم آیا همین جوری؟ در زندگی شخصیم گاهی اوقات اینجوری هم ولی به نگاه دقیقی داری گوش تیزی داری کنم... شامه قوی داری ب... اینا رو ندارم که داری میگی ولی سعی میکنم منصف باشم یعنی این حداقل چیزیه که میتونم داشته باشم وقتی مثلا با همسرم میشیم در مورد اتفاقی صحبت میکنیم حرفمون همیشه با همدیگه دیگه دو اینه که ببین ما روایت یکی از راوی این قصه رو فقط شنیدیم یعنی انگار جای دوربین رو باید عوض کرد از پیوی یکی دیگه از نقطه نگاه یکی دیگه هم این ماجرا رو بشنویم اون موقع شاید بشه قضاوت دقیقتری کرد در موردش و فکر میکنم از اساس خوندن تاریخ از این جهت خیلی اهمیت داره و حالا دارم فکر میکنم خیلی از آدمای نسل ما که با کتاب الله منصوری در واقع به تاریخ علاقه من شدیم بعدها خیلی سراغ اون کتاب دوباره نرفتیم چون گفتیم بریم سراغ خانش های جدید و سراغ روایت های تازه از تاریخ و اگه مثال سینمایی رو بخوایم بزنیم در مورد یکی از مهمترین کارگردانان سینمای ایران علی حاتمیه بزرگوار روحشون شاد باشه خیلی نقد می شده به علی آتمی در مورد اینکه چرا تاریخ و این شکلی روایت می بابا کمال الملک، موقعی که دزدی جواهرات درباره ناصری اتفاق می افتاده سالش بوده تو اینو کردی در واقع آرتیست زبردست چل ساله برای اینکه بتونی این دزدیه رو بندازی گردنش و حرفی که جوابی که آتمی میده خیلی مهمه میگه که ببین هر هر کسی که تاریخ حتی یه بار خونده باشه اینی که شما دارید میگین و میفهمه شما دارید از واقعیت حرف میزنید ولی من دارم از یک حقیقت حرف میزنم دارم میگم که دامان هنر همباره به دست استبدادگران آلوده شده همیشه سعی کردم بهشون انگ بزنن در حد دزدیدن مثلا جواهرات تخت پادشاهی و دراماتیک کردن یعنی همین دیگه بله دیگه و وظیفه هنرمند اینه که درام در واقع درست کنه زنده یعنی شما هیچ جای تاریخ در شهریور 20 تهران زمانی که تهران توسط قشون متفقین اشغال میشه کاراکتری به نام خانم مظفر نمیشناسین از همچین کاراکتری در تاریخ وجود نداره ولی انگار خانش علی آتمی از این شخصیت که یه کسیه که حتی به شاه امر و نه میکنه میگه تو تازه اومدی نشستی رو سخت سلطنت از این خبرام که فکر میکنی نیست که ار تصمیم بگیری بشه و یه کتاب خاطراتی داره که داده رضا خوشنویس اینا رو بنویسه <applause> مونتا بخشی از این خاطرات هنوز اتفاق نیفتادن یعنی رضا مینویسه تا امروز میاد میبینه بینه انقدر خاطرات خانه مزفر هنوز باقی یعنی چیزایی که لاجرم باید رخ بده ببینید این نگاه حاتمی نسبت به تو این خانش حاتمی چقدر خوب که, که از این مثال رو زدی منم یه فیلمی از تارانتینو یادم میاد که در زمان جنگ جهانی دوم میگذره و بعد میرن توی فیلم آخرای فیلم توی سینمایی که هیتلر نشسته و داره فیلم میبینه و میبندن بلی 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 سر سر ولی خب ما میدونیم که اصلا این اینطوری این نمورده آره ولی درامی که میخواسته تعریف کنه درسته اینجوری دلش خواسته یعنی لزوما داره تاریخ رو روایت نمیکنه به ویژه اون تاریخی که تبدیل شده به قرائت رسمی و عمومی از اون اتفاق و اون پدیده دارم میگم آقا من میخوام در مورد حق، حقایق در مورد زیر ها یا های آنچه که به نظر شما واقعیت ها حرف بزنم و خیلی مهمه به ما زدی من هنوز کلی سوال دارم فقط به من بگو که خیلی کتاب میخونی این مدت ها بیشتر گوش میدم هم رفته صوتی هم کتاب های صوتی هم مجموعه سخنرانی ها در واقع مقاله هایی که تبدیل به فایل صوتی شدن یعنی داری دوتا کار همزمان میکنی بله. یه کار دیگه ای داری میکنی اونا کار دیگه نه 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 فقط فکوس میکنم و اونو گوش میدم اصلا کار دیگه نمیکنم نه خیلی هم لذت بخش میدونی چرا چون خیلی با لحن درستی خونده میشه و بعد مثلا نکته ای می مینویسی یادداشت میکنی کمتر پیش اومده این اتفاق بیفته ولی از چیزی که تو اون لحظه یاد میگیرم اونقدر ذوق زدم که بارها جلو آینه اون رو خودم تکرار میکنم من خیلی به خط کشیدن اینا علاقه دارم این میل رو نداری نه من جلو آینه حرف میزنم ساعت ها یعنی اوایل ازدواج که اصلا همسرم فکر میکرد که من هم, هم فکر است و اینا من... نه برام مه... هم تمرین بیان میکنم همزمان همین که یه چیزایی رو مرور میکنم ما با با هم... جلو آینه به حرف آره مدت ها طوله هیچ وقت هم سر نمیره از این کار اصلا اصلا تو آینه با... اصلا به خودم هم نگاه نمی کنم تو آینه ها به چی نگاه بسن... اصلا, اصلا ح... جای چش دیگه از حواس هم جای دیگر. اون اون حرفی که دارم میزنم اون برام مهمه من چقدر دارم خواهد این کار بکنم ببینم چه جوری چقدر دارم خواهد در این وضعیت آره. ببینم میتونم می میتونم مثلا بده آدرس یا بیننده ها دوست داشته بعید البته کسی دوست داشته باشه اینکه آقا پول که دغدغه هر روز همه ما چه آره آره آره. به دست آوردنش آره. آره. نحوه آره. آره. خرج کردنش این از کجا درست شد بانک از کجا درست شد چی شد که آدما به این نتیجه رسیدن که باید در مراوده همچین چیزایی رو آره. معامله درست در مورد تاریخ حیرت انگیزی داره و بعد تو میفهمی که بعد تاریخش صوتیش با... وجود داره بله بله دا تو مجموعه سخنرانی ها هست آدمایی که در واقع راجع به اقتصاد نظریات جدی دارند ناچارن برای اینکه مخاطبای عام رو همراه کنند یه تاریخچه ای از این داستان بگن تا بعد برسن سر خط خیلی عالیه که ما میتونیم مثل من میتونن دراز بکشن قشنگ بخوابن اصن قشنگه آره. و گوش کنم بهترین شکل زندگی واقعا و هر جا فنگی شدم یه اینجوری میکنم میخوام دوباره بغیارش و ببین اینکه برگردم اون صفحه رو پیدا کنم ببینم آیا این ارجایی که مثلا صفحه چل به صفحه ده داده کجا میتونم یه بار دیگه مرورش کنم و این حرفا دیگه وجود نداره تو میتونی با یه کلیک این مثلا این خیلی فوق خیلی 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 خوبه آیا تا به حال به فکر صوتی کردن کتاب خودت خود افتادی؟ آره منطقه مرتب وقتش نشد خب؟ و ضمن اینکه اگه فکر کردم اگر که قرار صوتی بشه بهتره که تصویری بشه با همون فرمتی که تو برنامه رادیو هفت اتفاق می افتاد ها. به دلیل اینکه راست شبه خواهی بخش عمده ای از این کتاب چون اصلا قصه هاش برای برنامه تلویزیونی طراحی شده یه جنبه تصویری داره آها اون آها. لحنه با یک فاصله گذاری که راوی این قصه ها با مخاطب داره یعنی یه زل زدن تو دوربینی یا تعجب کردن از یک اتفاقی که نباید می افتاده راست شو بیشتر تصویری تا صوتی به همین خاطر خیلی مردد بودم اینکه که تبدیلش کنم به کتاب صوتی ولی کتاب های بسیار شناخته شده و پرطرفدار و محبوب قصه های امیرالیه یک که این چاپ دهمشه ده قصه های علی دو که این چاپ دوازدهم و انتشارات نقش و نگار در آورده قصه های علی سه که به چاپ ششم تا اینجایی که این کتاب هست رسیده و قصه های امیرعلی چهار که به چاپ هفتم رسیده و حتما همتون میشناسین خیلی خیلی قصه های محبوب شد چه جوری با منصور زابتیان و رادیو هفت آشنا شدی از طریق آقای محمود فروتن آها, آها آقای فروتن من رفته یه سری دوره بازیگری گذرنده بودم بعد تو همون دوره ها استاده ها مثل هدایت هاشمی مثل امیر پوریا مثل آنایتا اقبال نجات و هم گفتم ببین تو بازیگر در نمیاد ولی تو خوب مینویسی این کار رو ادامه بده آه 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 و در واقع که جفتش در اومد هر دوش دو <applause> <applause> ما تازه صحبتمون داره در واقع دم میکشه و گل میندازه که وقتمون تمومه امیدوارم بازم یه موقعی میدونم که سخت و مشکل به عنوان مهمان به برنامه میری خیلی ازت ممنونم که به برنامه میکنم. ما اومدی برای ما باعث افتخار بود تمام سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی اینجا هست خواهش میکنم یکی رو به رسم یادگار از کتاب باز قبول خیلی متشکر خیلی, خیلی ممنون, خیلی دعوت هم کرد مرسی ارادت مندم قربان شو بفرمی. بفرمی خواهش میکنم بفرمی 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 من باید یکی از اینا رو انتخاب و اینجا هم هست به به خب سعدی دیگه اصلا بی برو برگرد بله بله, بله. چرا؟ ذکر خیرش بوده الان آها آها آه. ذکر بله بسیارم عمالی اه، اه، نمیدونم چه جوری بگم ولی زبان و ادبیات فارسی به شدت مدیونشه و نکته جالبی که در موردش وجود داره اینه که از معدود آدمایی که هایی که میزده در زمان زندگی خودش تبدیل به زربل مسل شده بود. بله در یعنی زب... آره. در زمانه خودش بلد. آدم شهیر رو... کسی بوده که بهش استناد بله. یعنی مثل اون چیزی که تو سینما میگن دیالوگای ماندگار حالا فرض کنید که این اندازه برد رسانه ای رو بذارید کنار بله و در اقصا نقاط جهان دقیقاً بله خیلی هم عالی خواهش یه عکسی به یادگار بگیریم با دو نفری به ما خودمون فکر کنیم این عکس ها خیلی عکس های باحالی مطمئن آره. من تو قاب الان آره با من حرفه ای تا 300 تا از عکس اینقدر حرفه ای که ببینید دیگه حالا میبینین چه قابندی بله و چه, چه کمپوزیسیون بله امیر علی عزیز ما آرزو آرزومون در این برنامه اینه که مردم با هم بیشتر و راحتتر حرف بزنن بله و بیشتر کتاب بخونن انشالله منم آرزو میکنم از سمیم خیلی خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردی خیلی برنامه خوبی بود مطمئنم که بیننده هام خوششون میاد و بازم ازت ممنون ارادت هم. هم خیلی نگهت. ممنون که من دعوت کردید متشکرم زندگی رسم خوشحال رضایی عزیز سلام سلام عرض میکنم سروش صحت گرامی و دوست داشتنی <applause> دارم ممنونم توی این برنامه چه کتاب هایی معرفی کنیم؟ سروش جان یک مجموعه ای از کتاب بود که یه جلد جدیدش اومد مجموعه جستار روایی یه بارم شما با احسان عبدیپور عزیز دربارهش صحبت کردید کردی بره، تو برنامه بره. قبلی چون یه جلد جدیدی ازش اومده بود من فکر کردم بعد نیست که بیایم راجب به جستار روایی که خیلی نزدیک هم هست به داستان منتها خب هدف و منظورش متفاوته راجب هم جستار روایی و جستار نویسی هست جستار یعنی چی و جستار روایی یعنی چی و چه هدف و منظوری داره آره. این این مجموعه جستا روایی که نشر اطراف زده تا حالا پنج جلد ازش منتشر شده تهش اومده اینا رو معنی کرده اگه موافقید با همینو بخونی یه دونه من یکی شما خیلی هم عالی میشه قربان میگه که مقاله متنی غیر داستانی درباره مفهوم یا رخدادی واقعی است که فقط به یک موضوع مشخص می‌پردازد فقط یک موضوع, یه موضوع, موضوع. و داستانی هم نیست و معمولا به شکل مستقیم و با شیوه دانشگاهی گزاره‌ای را توصیف می کند یا توضیح میده این, این میشه مقاله این میشه مقاله <coughs> همون چیزی که میگیم که نمیدونم طرح مسئله، مقدمه طرح مسئله، نتیجه گیری معمولا تو زنگ انشاها یا نگارش شده اخیرا در مدارس اینو یاد میدن به بچه ها مقاله نویسی مقاله نویسی رو در واقع یاد میدن ولی انواع دیگه ای داریم ما از نوشته ها که همون کارکرد مقاله رو دارن یعنی یه موضوع رو میان توضیح میدن درباره اش یک مفهومی و یه نظریه یا یه حرفی دارن ولی اینو با روش دیگه بهش میگیم جستار متنی غیر داستانی همچنان غیر داستان متنی غیر داستانی درباره مفهوم یا رخدادی واقعی است که فقط به یک موضوع مشخص می‌پردازد و هدفش طرح دیدگاه شخصی و توجیه موضعگیری نویسنده است به عبارتی مقاله است که به جای انتقال اطلاعات صرف دیدگاه جستار نویس نسبت به موضوع را شرح آها. دهد پس فرقش با مقاله اینه که مقاله داره یک گزارش صرف میده ولی این تحلیل یا دیدگاه یا جهانبینی نویسنده را هم به همراه داره, داره. یعنی اون اطلاعات رو از خلال یک تجربه زیسته خود نویسنده منتقل میکنه مثلا من درباره رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی یه بار یه مطلبی نوشتم با این شروع کردم که من خودم یه روز مثلا سوار ماشین بودم به راننده گفتم دیرم شده و تو منو زود برسون به محل کارم این اومد همین کاری کرد که خب خلاف بود دیگه اومد مثلا پلاکشو پوشون دوربین رو رد کرد دوباره پلاک رو با, این طرح این مسئله و از دل این گفتم آقا این تجربه شخصی من این بود که یه آدمی اومد در این حال که به من کمک بکنه من بهش گفته بودم زود برو دیگه ولی در این حال مرتکب یه خلافی شد و آیا اینجا این ارزش داره این آه... کمک کردنه آیا کار اخلاقی است یا اون آه... مقررات و قوانین رو رعایت نکردن غیر اخلاقی بودن اون میچربه دوباره یه بحث مقاله‌ای و گزاره اطلاعاتی هست به این بحث شده ولی جستاره دیگه این مقاله صرف نیست با طرح دیدگاه شخصی من و تجربه شخصی من پیش رفتیم حالا جستار روایی بفهمیم, بفهمیم. جستار روایی متنی غیر داستانی درباره مفهوم یا رخدادی واقعی است که به یک یا چند موضوع مشخص به یک یا چند موضوع مشخص میپردازد هدفش طرح دیدگاه شخصی و توجیه موضع گیری نویسنده است و با چاشنی تنزی ظریف ساختاری ظاهرا نامنظم و گاه به لحنی شبیه زبان شفاهی داستان یا ساختار داستان را به خدمت خود میگیرد و روایت نویسنده از موضوع را ارائه میدهد در واقع اینجا دوباره جنبه داستانی اون جستار بیشتر میشه آها. یعنی ابتدا تا انتهای داستان ما اون روایت رو باش همراه هستیم این همون چیزیه که تو انگلیسی بهش میگن نانفیکشن نانفیکشن انواعی داره یکی از انواعش هم جستار نویسی و جستار روایی نویسی دیگه هستش دیگه ناداستان یعنی نانفیکشن مثلا خاطر جد... نویسی نانفیکشنه سفرنامه تاریخ نگاری آه. همه اینا نانفیکشن هر روایتی که داستانی نباشه نانفیکشن که خیلی هم داره تو دنیا به مورد توجه قرار احسن. گرفته مورد توجه و فروشش هم همینطور داره طی سالهای اخیر بالا و بالاتر میره دو تا مجلم توی در حال حاضر به تازگی داره در زمینه ناداستان یا نانفیکشن کار میکنه یکی مجله ناداستانه که هنوز شما بله. اولش نیامده به زودی منتشر میشه آره با آقای ی... شب داشته صحبت بله. میکرد دربارش توضیح و, ده. و یکی هم در واقع سان بله. سان هم داره در زمینه ناداستان که, که عزیز آره شماره, بله. آره شماره یکش اومد و خیلی هم دیده شد به شماره دوش تو راه خود همون سان رو اگه ده... بیننده های ما دیده باشن خونده باشن مثلا موضوع شب بود یه تعدادی داستان توش بود یه تعدادی ناداستان مثلا از ژان کلود کریر یک ناداستانی بود تجربه شخصیش خب ژان کلود کریر یک همسر ایرانی داره خانم خب نهال تجدد تجربه مواجهش با دوستان ایرانی و اینکه اینها مهمانی های شبانه ایرانی چه حال و هوایی داره اون شعر خوندنه موسیقیه غذای ایرانی چه حال و هوایی به این میده یه جستار روایی فوق العاده بود من به همه دوستان پیشنهاد میدم اون مقاله رو بخونن خیلی زیبا و قشنگ بود اصلا کریا قرمش اصولا خیل خیلی خیلی خواندنی و لذت یه چیز بامزه بود توش حالا حرف حرف میاره همینطوری ما میگه که آره به اینام برسیم, آره به اینام برسیم. اونجا میگه که ما یه تعدادی از غزلیات شمس رو ترجمه کردیم غزلیات دیوان شمس تبریزی غزلیات مولانا رو و یک بار برای شهرام ناظری استاد شهرام ناظری من یکی از اینها رو این رو خوندم بدون اینکه زبان فرانسه بدونه دقیقا گفتش که کدوم غزل مولانا هستش وقتی که این حس رو تو داره توصیف میکنه که چجوری حس میتونه منتقل جالبه. بشه خیلی فوق العاده است اون همدلی از هم زبانی خوشتر, خوشتر است. هست. واقعا بریم سراغ همین جستار روایی خب این هست درد, درد, درد که, که کسی را نمیکشد نمی پنج جستار درباره گم شده های خلوت و شلوغی البته سه جستارش درباره ادبیاته یکیش راجع به آلیس مونرو، یکی راجع دیوید فاستر والاس، یکی درباره اینه که رمان در این روزگار جدید به چه دردی میخوره. در واقع حالا یکم اون زیر عنوانش دقیق نیست. فرانزن ترجمه ناصر فرزین فرن. فر نشر اطراف که جاناتان فرانزن مرشد زاده واقعا دارن در یک کار. موجود. همه کار این نشر روایته. روایت نگاری. این آخرین جلد از مجموعه جستارهای رواییشونه که از این نویسنده یک کتابی به فارسی رمان چاپ شده یه رمان چاپ شده بله, درباره حوادث بعد از 11 سپتامبر این این مجموعه قبلی رو هم سری معرفی بکنی این هم مثالی دیگر چهار جستار از حقایق زندگی روزمره دیوید فاستر والاس که تو این کتاب یه مطلب درباره فاستر یه جستار درباره زندگی دیوید فاستر والاس ترجمه معین فرخی اگه یکی از این مجموعه رو خواستن بخونند بیننده های ما من پیشنهاد میدم با این هم مثالی دیگر شروع کنند چرا؟ خیلی هیجان انگیز تر از بقیه بودش بقیهش هم خوب بود ولی این هیجان انگیز تر بود دیگه صفت تفصیلی من میدم با این شروع بکنن یهو نره هر پنج تا رو بخرن بعدم هم... جستار دوست عذاب در بیان آره،, آره بعد بگن شما یه چیزی پیشنهاد آره اگر به خودم برگردم ده جستار درباره پرسه در شهر آره یه جستار در درباره لویزلی ترجمه کیوان سررشته درباره با دوچرخه توی شهر رفتن تجربه با دوچرخه توی شهر گشتن رو چندان هیجان انگیز توصیف کرده این کتاب خیلی عالیه فقط روزهایی که می نویسم پنج جستار روایی درباره نوشتن و خواندن آرتور کریستال ترجمه احسان لطفی دوستانی که بیشتر به نوشتن و ادبیات علاقه من هستن از این لذت میبرن دوستان دیگه هم یه چیزایی راجع به ادبیات یاد میگیرن ولی اونایی که کارشون نوشتن حتما باید اینو بخونن و احسان لطفی هم که حتماً ترجمه بسیار خوب اصلا همه همشون خوب <laughs> البته که عصبانی هستم پنج استار درباره وطن و انزوای خودخواسته بله دوبراوکا اوگرشیچ ترجمه خاطره کرد کریمی درباره مفهوم وطن مهاجرت چیزی که این روزا گاهی زیاد مثلا راجبش میشنویم صحبت میکنیم دیدگاه های این تو هستش که فکر میکنم خوبه چیزی که زیاد این روزا درباره اتفاقی که افتاد اینه که با وجودی که جستار روایی خیلی شناخته شده نبود و نشر اطراف که واقعا ناشر خوبی هست به تازگی شروع کرده کار خودشو ولی از این مجموعه خیلی استقبال خیلی استقبال شده. استقبال شده. خیلی, زیاد چون هم مقالات خوب انتخاب شدن و هم خوب ترجمه شدن به نظرم واقعا خوب و هم چاپ منقه و ترتمیز و تو دست و آره خودت ابعاد کتابم بالاخره خیلی موثره دیگه ماها خیلی ده... از افراد الان تو راه کتاب میخونند و بنابراین این کتاب راحت تر میشه تو اتوبوس تو تاکسی برداشت ورق زد خون تا یه رمان قطور از این نمونه باز چند تا کار دیگه هم هست خواستم نشون بدم که جستار روایی چه ابعادی داره اونا رو من آوردم حواظ پرتی مرگبار دو جستار برنده, برنده جایزه, جایزه پولیزر پولیتزر یه جایزه نانفیکشن داره دیگه که بله, بله. این دوتا جستار برنده شده توی حوزه روزنامه نگاری اینا در بله, مقاله بله. ها جایزه میدن جین وانی... وانی, گارتن ترجمه مشتبه آره حالا گارتون یا گارتنشون بله. نمیدونم بعدا نیان دیگه اشتباه یکی از این جستار که تصویرش هم رو جلد هست ویولونزنی که جاشوابل ویولونزن خیلی معروف زمان ما ماجراش اصلا خیلی هیجان انگیزه بگم برای بیننده ها تو یکی از این جستارها میاد اینجا جاشوا رو برمی داره میبره این روزنامه نگار جلوی مترو نیویورک یکی از شعبه هاش و این رو گیریم میکنن کس نشناسه و این ویالونزن شهر شهیر داره ویالونش رو میزنه صدای جادوییش پخش میشه در فضا و مردم فکر میکنن یه متکدی یا آدم یا بالاخره مثلا وضع خوبی نداره اومده ب... ب... سکه ای میندازن اسکناسی دیگه خیلی لطف کنن میندازن میرن دفعه بعد اعلان میکنن تو مثلا روزنامه نیویورک تایمز که ما فردا جاشوبل رو میخوایم بیاریم یک اکران مثلا یک اجرای عمومی داشته باشه در متروی شعبه فلان نیویورک و اونجا همه دعوتی فلان و آره جمعیت میاد از سر و کول همدیگه میرن بالا که ما این اجرای بی‌نظیر رو ببینیم و این داره همینا میگه که ما از هنر لذت نمیبریم ما از شهرت لذت میبریم و اصلا این یه بحث خیلی مفصلیه یعنی وارد حوزه فلسفه جامعه شناسی و اقتصاد روانشناسی و رو... تبدیل هنر به کالا یعنی اصلا. کسایی که تخصص دارن در اینکه چه جوری یک اثر هنری رو یا شپ هنری یا اصلا غیر هنری رو غیر هنری رو تبدیلش بکنن به کالایی که به هنری خورده و گاهی وقتا دوغ و دوشاب این وسط ممکنه حتی قاطی بشه. بشه و این این مقاله اصلا یه سبک جدیدی در روزنامه نگاری هم باب کرد روزنامه نگاری مداخله ای یعنی خود روزنامه نگار در اون سوژه گزارشش یک مداخله ای داشته باشه آه، آه. یه اجرایی داره یه پرفورمنسی به قول اهالی هنر داره که میاد اجرا میکنه و نتیجهش رو گزارش میکنه که مردم ما یه آزمایش کردیم و معلوم شد که مثلا هنر رو شما به خاطر و هنر دوست ندارید او همون قطعات رو داشت اجرا میکرد ولی خب برای همین هم هست که هر دوی مقاله های این جستار های این کتاب جایزه پولیتزر پولیت گرفت این نشر ترجمان که از نشر های خیلی خوب هست. فصلنامه شون هم خیلی خوبه یه کار دیگه ما گفت یکی بود که فقط پاکستان و بلد بود سر امتحان مثلا میپرسیدن که مثلا هیمالیا چیز میگو هیمالیا رشته کوه بلندی است در آسیا و یکی از کشورهای آسیا پاکستان است اما پاکستان بقیه رو راجع اون ما ما های پرویز دوایی دوست داریم زن بخانه... در هنر نویسندگی ری برادبری ترجمه ای استاد پرویز دوایی جهان کتاب برای کسایی که میخوان بنویسن، داستان بنویسن، مقاله بنویسن، جستار روایی بنویسن خیلی به درد میخوره. تجربه های شخصی خودش با در مورد نوشتن رو ری بری، یکی از علمی تخیلی نویس های خیلی معروف اینطور نوشته و گفته. و هم یه نمونه خیلی قدیمی از جستارهای روایی. فضیلت های ناچیز که سالها پیش هم در واقع چاپ شد مال خانم ناتالیا گینزبورگ ترجمه محسن ابراهیم. نمونه خیلی عالیه که جستار روایی چیه الان البته چاپ جدیدش نشه هرمس صد قطع پالتوی داره همون قطعی که راجبش صحبت کردیم خوبه اینها و فوقلاده است در جستار روایی نویسی کسی که دوست داشته باشه یه تجربه بکنه یک داستان نویس اومده مقاله می نویسه. و در مقاله هم داستان و درباره فضیلت هایی صحبت میکنه که به ظاهر ناچیزن ولی مهمن و فضیلت هست و موضوع و دغدغه ذهنی مونه مثلا یه مقالش راجبه اینه که به بچه مثلا باید پول تو جیبی انقدر بدیم که هیچ عقده و کم بودی در بچگی نداشته باشه یا, یا این نه اینجا. کم و محدود و حساب شده بهش بدیم بگیم از همین حالا باید یاد بگیری که هر چیزی رو تو نمیتونی به دست بیاری پسانداز کن اولویت بندی کن این کدوم یکی از این دو تا روش احسان جان ما حدود 5 6 دقیقه پیش وقتمون تموم شده بود و ادامه دادیم از بس هم خوب صحبت میکنی هم کتابای میکنی. جذاب و مهمی رو آورده بودی ولی خیلی به سرعت از وقت تموم میشه و بله ارادت بندم بله. و خدا نگهدارتون